در برنامه امروز میخواهم بگویم که چرا با زبان فردوسی و سعدی و حافظ نمیتوان دانش و فلسفه نوین را بیان کرد. ولی نخست پیشگفتاری ضروری است. تاریخ تحول اجتماعی و پیشرفت‌های انسان را میتوان به دو بخش عمده تقسیم کرد. بخش یکم از اختراع خط تا سده 16 میلادی، بخش دوم پس از سده 16. اگر منحنی پیشرفت‌های انسان را از آن دوران‌های دور تا سده 16 بکشیم، نموداری خواهیم داشت کم و بیش افقی با گهگاه برآمدگی‌ها و فرورفتگی‌های اندک که با روالی کند زمان را پیمودند. مقصود من در اینجا از پیشرفت شمار کشف‌های علمی و اختراع‌های مادی است. سده 16 سرآغاز انقلاب‌های بی‌همانندی در تاریخ اندیشه‌ای انسان بود که با کشف کوپرنیک کشیش لهستانی در اخترشناسی پایه‌گذاری شد. کوپرنیک در کتاب خود که درباره گردش کره‌های آسمانی نام داشت و در سال 1543 در نورنبرگ آلمان به چاپ رسید، این نظریه را پیشنهاد که کره زمین مرکز جهان نیست بلکه سیاره است که به گرد خورشید می‌گردد. در واقع کوپرنیک یکی از بزرگترین انقلاب‌های اندیشه‌ای سراسر تاریخ انسان را سبب شد. بد نیست بدانید زمانی که کوپرنیک آن کشف را کرد، در ایران شاه طهماسب یکم صفوی فرمان می‌راند. کشف کوپرنیک خود بر دوش پیشرفت‌هایی قرار داشت که از سده 14 و نوزایش یا رنسانس اروپا آغاز شده بود، به ویژه کشف آمریکا در سال 1492. بیگمان کشف آمریکا 51 سال پیش از مرگ کوپرنیک تشویق بسیار بزرگی بود برای او در شک کردن به آموزه‌های ارسطو و بطلمیوس که زمین را مرکز جهان می‌دانستند. زیرا کتاب جغرافیای بطلمیوس که 1400 سال بزرگترین مرجع درباره ناحیه‌های زمین بود، کوچکترین اطلاعی از قاره بزرگی چون آمریکا نداشت. کشف کوپرنیک که با مخالفت شدید واتیکان روبرو شد، اعتماد اندیشمندان اروپایی را نسبت به دانسته‌های کلاسیک و باورهای دینی که صده‌ها بر اندیشه انسان تسلط داشتند و به آن لگام زده بودند سلب کرد. راهی را که کوپرنیک باز کرده بود، گالیله و دکارت و بسیاری دیگر از اندیشمندان اروپایی پی گرفتند. داتارگانی یا اتوریتی کلیسا فرو شکست، چون کلیسا مهمترین حامی نظریه زمین مرکزی بود و چنین باوری را حقیقت مطلق و الهی می دانست. با کشفهایی که پس از نوزایش انجام گرفتند، دانشمندان اروپایی به جهانبینی دست یافتند که رویکرد تازه‌ای به پدیده‌های اجتماعی و زاستاری طبیعی داشت. به ویژه دکارت با شک فلسفی خود همه چیز را زیر پرسش برد. باز هم بد نیست بدانید در آن زمان که در اروپا راه و خرد و اندیشه را باز یافته بودند، در ایران ملا باقر مجلسی روضه‌خوانی و نوحه سرایی را ترویج می‌کرد. پرداختن به جنبه‌های گوناگون پیشرفت‌های فراوان پس از سده 16 و پیامدهای گوناگون آنها در این گفتار کوچک نمی‌گنجد. پیشرفت‌های دانشی در فیزیک و شیمی کاربردهای عملی به دنبال داشتند و بر جامعه‌های انسانی تأثیرهای فراوان گذاشتند، نه تنها از لحاظ مادی بلکه از حیث زیر و زبر کردن باورهای سنتی انسان‌ها. انسان اروپایی نه تنها بر دریاها و هوا و کوه‌ها تسلط یافت، آموزش و پرورش را در جامعه گسترد و با کشف‌های پزشکی و زیست‌شناختی انسان را از گزند بیماری‌ها رهانید. این پیشرفت ها ممکن نبودند مگر به یاری تغییر دادن نحوه اندیشیدن و به ویژه اندیشیدن پرسون یا دقیق. انسان با زبان می اندیشد و اندیشه پرسون به زبان پرسون نیازمند است. ویژگی زبان پرسون نظم و بسامانی و روشمندی آن است و این نظم و راجمان سیستم است که توانایی لازم را به آن می دهد. اینکه ویژگی‌های زبان پرسون دانشی چیستند و چه روش‌هایی را باید به کار برد، موضوع بحث دانش ترمشناسی یا ترمینولوژی است. ترمشناسی هم اکنون از برهم نهش چند دانش پدید آمده است
دانش‌های واژه‌شناسی، زبانیک، منطق، شناخت‌شناسی، ازدائیک، انفرماتیک، ارتباطات و دیگرها. پس از نوزایش و با پا گرفتن اندیشه علمی، اندیشمندان اروپایی به اهمیت ترم‌شناسی پی بردند. به ویژه باید از دو تن نام برد: کارل فون لینه که پایه نامگذاری و ردبندی در گیاه شناسی را نهاد و لاوازیه که پدر دانش شیمی نوین است. واژه‌های اکسیژن و هیدروژن را لاوازیه ساخته است. در عصر روشنگری و به ویژه پس از انقلاب فرانسه موضوع ترم شناسی اهمیت بسیار یافت. اندیشوران انقلاب فرانسه نه تنها راژمان متری را پدید آوردند، بلکه درباره زبان دانش هم نوآوری‌های فراوانی کردند. کارهای پیروان لاوازیه یعنی لمخ و کوویه و دیگران در دانش‌های زاستاری گام مهم دیگری بود در پدید آوردن ترم‌شناسی علمی. بحث‌هایی که آن زمان میان اندیشوران انقلاب فرانسه در زمینه زبان دانش در می‌گرفتند بسیار جالبند. آنان پی بردند که زبان روزمره برای بیان مفهوم‌های نوین علمی و فلسفی کافی نیست. بنابراین از لاتین و یونانی کمک گرفتند. باید گفت با اینکه لاتین قرن‌ها زبان نوشتارهای علمی و فلسفی اروپا بود، ترم‌شناسان فرانسوی به سراغ زبان یونانی رفتند که هیچگاه پس از دوران طلایی تمدن یونان زبان علمی و فلسفی گسترده‌ای در اروپا نبود. کوویه که از سردمداران استفاده از یونانی بود، دلیل آن را تواناتر کردن امکان زبانی می دانست و معتقد بود که با یونانی آسانتر می شود واژه های مرکب ساخت. البته مخالفت هم بود و محافظه‌کاران تا می توانستند چوب لای چرخ می گذاشتند. اینان نمی توانستند بپذیرند که گیاهشناسان به گل و گیاهی که نامهای آشنا دارند نامهای دور از ذهن لاتین بدهند. مثلا سیب را مالوس دومستیکا بنامند، یا برای گربه نام عجیب فلیس کاتوس و برای اسب اکوس فروس کبایوس را برگزینند. مخالفان هرچه دستشان می رسید واژه های نو را ریشخند می کردند. مثلا گستروپود شکمپا را که کوویه برای نرم تنان نه از نوع حلزون برساخته بود. بسیاری از ادیبان فرانسوی مانند شاتوبریان بر دانشمندان خورده می گرفتند که با این کارها، یعنی وارد کردن واژه های نامانوس لاتین و یونانی در فرانسه که زبان ارتباطی و نوشتارهای علمی جهانی تا آغاز سده 20 بود، زبان فرانسه ویران خواهد شد. ولی سیر تاریخ نشان داده است که آنها در اشتباه بودند. چیزی که ادیبان با آن توجه نمی کردند این بود که با زبان ادبی و شاعرانه نمی توان از پس دانش‌های پرسون و منطق و فلسفه برآمد. در ادبیات واژه‌ها معنای دقیق ندارند و به ویژه در شعر تغزلی که بر ایهام و استعاره و چند پهلوگویی نهاده شده است. در آنجا شاعر می‌خواهد با بکار بردن واژه‌های مبهم و وزن و قافیه فضای خاصی را به وجود آورد که در آن چند چیز با هم تداعی می‌شوند و هر خواننده یا شنونده‌ای برداشت خود را از آن دارد. زبان شکسپیر بسیار زیباست، ولی کاربرد آن در حیطه دانش نشدنی و بیهوده است، همان گونه که زبان فردوسی و سعدی و حافظ به درد ترم‌شناسی پرسون نمی‌خورند. چنان که پیش از این هم گفتم، زبان حافظ آنچنان ناپرسون و پر ابهام است که ایرانیان با غزلهای حافظ فال میگیرند، زیرا هر کس هر معنایی را که میخواهد به آنها میدهد. زبان مسجع گلستان سعدی و بهارستان جامی و دیگران هم که بازی با واژه ها و آهنگ آنهاست و برای این کار ناچارند واژه های عربی را به زور وارد فارسی کنند، به کار بیان اندیشه پرسون نمی آید. البته شعر و ادب و زبان آنها به جای خود بسیار مهمند، ولی زبان شعر چیز دیگری است و زبان دانش‌ها چیزی دیگر. یکی نمی‌تواند جای دیگری را بگیرد. اگر در شعر هم دقت ریاضی به کار برده شود، شاید چیز بسیار بی‌مزه‌ای از کار درآید. بحث بر سر این است که زبان لایه‌ها و نمودها و کارکردهای گوناگون دارد. یک کارکرد آن در شعر و ادب است، یک لایه دیگر آن زبان پرسون دانش هاست که اهمیت آن از زبان ادبی بیشتر نباشد به هیچ روی کمتر نیست، چون پیشرفت در دانش و اندیشه را ممکن می سازد. برخی کسان که از دانش های پرسون سررشته ای ندارند و از شعر و ادبیات
لذت میبرند انتظار دارند که ترمشناسی دانشی از معیارهای زبان شعر و ادب پیروی کند. این کار نشدنی و بی سرانجام است. به طور کلی در طول تاریخ فرگشت دانشها هر بار که پیشرفت مهمی در شناخت انسان روی داده به دنبال یا همراه با پیشرفت در زبان بوده است. پیشرفت‌های کنونی ما در دانش‌های گوناگون چه زاستاری مانند فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، پزشکی و چه انسانی مانند فلسفی، جامعه‌شناسی، روانشناسی و دیگرها سخت وابسته به این پیشرفت‌های زبانی بودند. یکی از مهمترین پیشرفت‌ها در ریاضیات به کار بردن نمادها بود که با نشانه‌های علاوه، منها، علامت ضرب در آغاز شد و عبارت‌های ریاضی را به دنبال داشت. نشانه‌های علاوه و منها را یوهانس ویدمن آلمانی در سال 1489 اختراع کرد. نشانه ضرب در را ویلیام آترت در سال 631. ریاضیدانان ایرانی خیام و شرف‌الدین طوسی که در کار خود از دیسول یا فرمول ریاضی استفاده نمی کردند چون هنوز نشانه های علاوه و منها اختراع نشده بودند و چیزها را به زبان عادی یا ادبی می نوشتند، با اینکه در زمان خود از سرآمدان روزگار بودند توانایی پیشرفت بسیار در جبر را نداشتند. شاید آنان به ویژه شرف‌الدین طوسی به آخرین حد توانایی کاربرد زبان زاستاری یا طبیعی در ریاضیات رسیدند. با اختراع زبان نمادین انسان زبان زاستاری یا ادبی را در ریاضیات کنار گذاشت چون زبان زاستاری توانایی لازم را برای پیشرفت نداشت. عبارت ریاضی را به صورتی که امروز می‌شناسیم و در آن از حرف‌های الفبا و نشانه‌ها استفاده می‌کنیم ریاضیدانان فرانسوی فرانسوا ویت و رون دکارت در سده 17 اختراع کردند، ولی محدودیت‌های این زبان هم به زودی آشکار شد و لایبنیتز و نیوتن برای پیشرفت بیشتر در ریاضی مجبور به اختراع زبان تازه‌ای شدند که حساب دیفرانسیل و انتگرال نام دارد. از این راه بود که نیوتن توانست قانون گرانش عمومی خود را بیان کند. اینشتین هم برای بیان نسبیت عام یا بازانیگی هروین خود مدت‌ها به آموختن ریاضیات تانسورها پرداخت. امروزه هم دانش منطق کاملا نمادین، سمبولیک یا ریاضی شده است. وقتی ما به پایان رسید خلاصه کنیم. پیشرفت در این اندیشه بی پیشرفت در زبان شدنی نیست. با زبان سعدی و حافظ همان چیزهایی رو میتوان گفت که آنان در زمان خود گفتند. برای برکشیدن اندیشه و پاسخگویی به خواسته های جهان نوین به زبانی در خور این کار نیازمندیم و هدف ما نباید تنها این باشد که بگردها یا مفهومهای ساخته شده در زبانهای اروپایی را ترجمه کنیم. ما باید خود بتوانیم بگردهایی را بسازیم که دیگران آنها را از ما بگیرند. دشمن این آب و خاک کین شما بود، دست عداوت در آستین شما بود، ننگ شما باد از آنچه کین شما توخت، کین شما بود آنچه دین شما بود. دیدم و بر لوح دهر مهر خیانت داغی اگر داشت بر جبین شما بود. گویی ایران نه زادگاه شما بود، گویی ایران نه سرزمین شما بود. نام شما تا ابد قرین عدم باد، زان که نماد عدم قرین شما بود. سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. همچنان که در سخنان پیشین خودم اشاره داشتم، کسانی که بر اساس فقه شیعه و به نام فقیه بر اریکه سلطنت استبدادی ایران تکیه زدند، از همون آغاز تا امروز به اندیشه و عمل هر دو نشون دادند که دلی با ایران ندارند و هرگز نزد آنها منافع تاریخی و منافع عالی مردم ایران به عنوان ملتی تاریخی و صاحب تمدن دیرین و مستمر ارزش و اعتباری نداشته و ندارد. آنها آگاهانه و بر اساس یک ایدئولوژی پیش ساخته اسلام را در برابر ایران قرار دادند و دیری است که با تکیه بر ماشین دولتی و با تکیه بر بودجه ملی
دستگاه تبلیغ و دستگاه سرکوب و به طور کلی سیاست فرهنگی و نظام آموزشی رو در ضدیت و عناد ریشه‌دار با ایران و فرهنگ و تمدن ایران در تمامیت تاریخی و در تمامیت تاریخیش سازمان داده و به کار انداختن و بیوقفه در تداوم این روش ضد ملی اصرار می‌ورزند. آنها طوری از ایران و تاریخ ایران سخن میگن که گویی قومی بیگانه به رهبری سرداری بیگانه کشوری بیگانه رو فتح کرده و اکنون اون رو غنیمت جنگی خودش به شمار میاره. روحانیت حاکم با اتکا به یک ایدئولوژی قدرت استبدادی به میدان حاکمیت مردم ایران قدم نهاده که نیمی از آن رو بر اساس اسلامیسم یا اسلام سیاسی و نیم دیگر اون اقتباس و گرتبرداری از ایدئولوژی های نیمه غربی مدرن مثل بلشویسم روسی و فاشیسم اروپایی است و در حقیقت بسیاری از جنبه های شر و بدیمن این حکومت که خودش رو مقدس و اسلامی هم نام میده متأثر از ایدئولوژی های شوم و ضد بشری مدرن غربی و به قول خودشون الحادی است و به اسلام ارتباط چندانی ندارد. بنابراین اون چه به نام اسلام و همراه با رعب و سرکوب مایه تداوم حکومت به اصطلاح اسلامی ملایان در ایران شده در واقع مائده مسمومی است که غرب و به قول خودشان کفار غربی بر سفره قدرت اونها گذاشتند. بنابراین حکومت روحانیون مرهون الحاد و کفر غربی است. آنها از همان آغاز انقلاب به لحاظ فکری و نظری با بلشویسم که رایج‌ترین و کاراترین ایدئولوژی انقلابی روزگار بود در رقابت بودند و طی این رقابت عملی و نظری بود که سازماندهی سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب رو برای کسب قدرت و برای استقرار حکومت نوبنیاد روحانیت یعنی تئوکراسی از اونها آموختند و درس‌های لازم رو برای سرکوب و به اصطلاح برای سرکوب رقبای سیاسی و سپس همه مردم از اونها گرفتند و ایران رو از اندیشمندان و نیروهای هوشمند و کاردان و آموخته خودش خالی کردند. بازی روزگار و یکی دیگر از بدبیاری های مردم ایران همون بود که در سالهای نخستین قدرت یابی ملاها هنوز قلعه روسیه شوروی فرو نریخته بود و در چنین وضعی بود که شعار ضد امپریالیستی جنگ سرد که طراح و مدافع اصلی آن روسیه شوروی و مدافعان و کارگزاران فکری و نظری و سیاسی آنها در ایران بودند به مصادره روحانیت شیعه و حکومت نوبنیاد او درآمد و شوروی سرخ کمونیستی را به مدافع معنوی اسلامگرایی انقلابی در ایران بدل کرد و چنین بود که عوامل ایرانی سیاست شوروی در زمینه سازماندهی سیاسی و تشکیلاتی و قوام دادن به دستگاه سرکوب دست نورسیدگان اسلامگرا در ایران را گرفتند و تسلط اونها رو که به سرکوب و کشتار بی سابقه آزادی خواهان و مخالفان حکومت استبدادی تکیه داشت بر اونها آسون کردند و به دین گونه به نام دفاع از خط امام و دفاع از گروگانگیری و دفاع از تندروی هایی که به اسم صدور انقلاب رخ میداد با روحانیت شیعه که به نام فقیه بر تخت استبداد شاهی تکیه زده بود همراهی کردند و با کمال تأسف در این همکاری و همدستی یکی از صفحات سیاه و خونبار تاریخ ایران رو به نام خودشون ثبت کردند. قصدم از این اشاره اونه که بگم کسانی که در اون روزگار معتقد به نوعی انترناسیونالیست و جهان وطنی بودند و روسیه شوروی رو قبلگاه جهان پیشرو و جهان کار و مساوات کمونیستی می‌دانستند، اگرچه مسلمان نبودند و قاعدتاً بر اساس اصول مارکسیستی خودشون خدا باور هم نبودند، با این همه در زمینه جهان وطنی با اسلامگراهایی که به رهبری آیت الله خمینی بر ایران چیره شده بودند همسو و هم نظر بودند. آنها یعنی اسلامیست ها هم جهان وطن بودند، مسلمانان جهان رو بر ایران ترجیح می دادند، طرفدار انقلاب مداوم و صدور انقلاب بودند، درست مثل بلشویک ها. درست است که همه کسانی که به خمینیسم گرویده بودند جهان وطن نبودند، اما از آنجا که ایدئولوژی انقلاب بر اساس اسلام و اسلامیسم سیاسی طراحی شده بود، مردم ایران همه در قطار انقلابی که رو به مکه و قدس
به راه افتاده بود سوار شده بودند. اسلامیسم سیاسی در ایران تاریخ رو از لحظه ای آغاز میکنه که سعد وقاص در قادسیه سپاهیان ایران رو شکست داده و در نهاوند شکست ایران کامل شده و کشور به تصرف اعراب مهاجم و خشنی که مدعی دین تازه بودند افتاده است. بنابراین اسلام سیاسی که خاستگاهش جزیره العرب است و به همت بادیه‌نشینان حجاز و هیره شرک گرفته بود، برای کشورگشایی به ایران اومده. از این رو اسلام سیاسی تاریخی دارد که به ایران مربوط نیست و ارتباط آن با ایران ارتباط قومی غالب است با قومی مغلوب. اسلام پدیده است عربی، زبان عرب دارد، هویت عرب دارد، نخست متعلق به اعراب است و به شهادت تاریخ و به شهادت حکیم بزرگ ما فردوسی طوسی با اتکا به یک نیروی تازه نفس تجاوزگر بیگانه به ایران آمده است. من با نظر کسانی که تسلط اموی ها و عباسی ها را بر ایران نعمت خدا می دانند و تصور می کنند که اعراب بر بال فرشتگان به این دیار آمدند و مردم عقب مانده و بی معنویت و بی خدای ایران رو به طیب خاطر و آغوش باز در به روی اونها گشودند، مخالفتی نمی کنم، زیرا تصور می کنم که چنین عقیده ای متکی به ایمان موروثی و عدم وجود عقلانیت است و احتمالاً روح اونها رو آرامش می دهد و راهشون رو به بهشتی که اعراب وعده دادن آسون می کنه. اما نمیتونم از ذکر این واقعیت چشم بپوشم که اسلام سیاسی نمیتواند تنها عامل وحدت بخش ملت ایران به حساب آید. درست است که مردم ایران اکثرا مسلمانند، اما قبل از مسلمان بودن ایرانیند. هیچ دینی و از آن جمله اسلام نمیتواند پایه و بنیان اصلی حکومت در ایران بشود، زیرا اسلام به تنهایی عامل وحدت بخش ایرانیان نیست. ایرانیان ادیان متعدد دارند و برخی از اونها اصولا به دین اعتقادی ندارند و از خیلی مؤمنان ایران دوستتر و ایرانی ترند. از این مهمتر اون است که اسلام عامل وحدت بخش 1 میلیارد مسلمان در جهان است که غیر ایرانی اند و بیش از 90% آنها اصلا ایرانیان را مسلمان نمی دانند، بلکه آنها را رافضی و کافر و نجس می شمرند، حالان که ایران وطن همه ایرانی هاست. ایران به عنوان وطن و خاستگاه و هویت تاریخی و فرهنگی و تمدنی می تواند عامل وحدت بخش ملی در کشور ما باشد. ایران مقدم بر اسلام است، زیرا این پدیده تاریخی و تمدنی و قومی و ملی حداقل 2000 سال پیش از ظهور اسلام موجودیت تاریخی و عینی داشته است. نه تنها مورخان بزرگ جهان حدود 500 سال پیش از تولد مسیح از کشوری و دولتی بزرگ و صاحب تمدن به نام ایران نام بردند، مثل هرودوت، گزنوفون، پلوتارک که پدران تاریخ نویسی در جهان هستند، بلکه در پایه‌ای ترین و مهمترین کتاب‌های مقدس ادیان سامی، یعنی 3 دین بزرگ جهان، یعنی در تورات که مادر انجیل و مادر بزرگ قرآن محسوب است، نام پادشاهان ایران به عنوان شخصیت‌های مقدس و نیمه خدا ثبت است و این واقعیت خاص ایران است و هیچ یک از تمدن‌های بزرگ جهان از جمله چین و هند و مصر نیز از چنین موقعیتی برخوردار نیستند. علاوه بر این، بزرگترین مورخان و فلاسفه عصر روشنگری غرب و پایه‌گذاران تمدن مدرن هم از ایران به عنوان مهد و گاهواره تمدنی نام بردند که مبتکر و مبدع نخستین و بزرگترین امپراتوری در جهان بوده است. این سخن هگل است که گفته است در کتاب عقل در تاریخ به ترجمه حمید عنایت: با امپراتوری ایران ما برای نخستین بار وارد تاریخ مستمر می شویم. ایرانیان اولین ملت تاریخی هستند. سخن هگل. حال چنین ایرانی در سال 1357 به دست کسانی افتاد که همسخن با انترناسیونیست های شورویگرا تاریخ ایران را با واژه زشت و ضد ایرانی تاریخ ستمشاهی 2500 ساله نامیدند و تا اونجا که توانستند به گذشته ایران اهانت کردند، حتی بلدوزر برداشتند تا بروند و تخت جمشید رو ویران کنند، در حالی که قدم تجاوزگران عرب به ایران را در قرن 7 میلادی مبارک می دانستند و تاریخ ایران را به نفع دشمنان فاتح می نوشتند و تفسیر می کردند و کودکان دبستانی را با افسانه های دروغین و جعلی سرگرم می کردند و اجازه نمی دادند تا با گذشته درازدامن وطن خیش آشنا بشند. بدین گونه با ایجاد دوپارگی میان هویت ملی ایران که متکی و حاصل 3000 سال تاریخ بود و با قرار دادن اسلام در برابر ایران به ریشه و بنیادهای ملی و به همبستگی ملی قومی و به احساس تعلق همه مردم این سرزمین، ضربه ای جانکاه فرود آوردند.
به اسلامیسم که جهان وطن است و عربیسم و پان عربیسم که هر سه تقریبا از یک جنسن بال و پر دادن و نتیجه اون شد که افکار و علایق برخواسته از ایدئولوژی های شبه مدرن تازه به دوران رسیده نژاد پرست و قومگرا مثل پان عربیسم و پان ترکیسم در ایران رشد کرد و نام هویت طلبی بر خودش گذاشت و سالها زیر چتر حمایت همین حاکمیت و کسانی که خودشون رو اصلاح طلب مینامند در مراکز دانشگاهی و فرهنگی ایران ترویج شد. بدین گونه گروهی هویت باخته خود رو هویت طلب نامیدند و به پراکندن تفرقه قومی و ملی در ایران پرداختند. این خود فاجعه بزرگ و غم انگیزی است که اگر فرصت بود من بعداً بهش خواهم پرداخت. یک شعر کوتاه هم براتون میخونم. ایران گروگان است و ملایان گروگیر، دارند مردم دست و پا در کند و زنجیر. جلاد ما شد جهل ما، هرچند خود را همواراری از گناه دانیم و تقصیر. یک روز نسبت می دهیم آن را به دشمن، یک دم حوالت می کنیم آن را به تقدیر. تزویر دارد ریشه در اعماق وجدان، وجدان گرفته است آشیان در دام تزویر. با هر بلایی خو کنیم اما ندانیم، بس ناروا ننگیست خو کردن به تحقیر. گردن به یوغ اهل دین بستیم و دیریست خود غرق در کیفیم با فریاد تکبیر. معتاد خاری گشته ایم از شدت جهل، معتاد خاری را کجا عقل است و تدبیر. آزادگی در آدمیت خانه دارد، این هر دو در نادانی ما شد زمینگیر. آزادی آنان راست که از تحقیر دورند، بر ما دریغا دوری از تحقیر شد دیر. شاد و سرفراز باشید. هفته پیش درباره عباس مسعودی صحبت کردم، مدیر و مؤسس و برپا کننده اولین امپراتوری مطبوعاتی ایران. امروز میخوام درباره آقای مصطفی مصباح‌زاده صحبت کنم به عنوان رئیس و مؤسس و بنیاد کننده دومین امپراتوری مطبوعات در ایران. آقای مصطفی مصباح‌زاده یا دکتر مصطفی مصباح‌زاده یا اونطوری که شنیدم که همیشه علی‌حضرت فقید ایشون رو صدا میکرد، آقای دکتر مسواک‌زاده، مدیر دومین مؤسسه بود، مؤسسه کیهان، مؤسسه بسیار بسیار مقتدر. البته نسبت به روزنامه اطلاعات 16 سال جوانتر بود، ولی به زودی یا به نیروی جوانی خودش یا به علت نبوغ حیرت انگیزی که در کار روابط عمومی داشت تونست امپراتوری خودش رو به تدریج به صورت اولین امپراتوری در بیاره. آقای مصباح‌زاده در سال 1115 در فرانسه دکترای حقوق خودش رو گرفته بود و برگشت به ایران. در ایران طبق معمول که تمام کسانی که در خارج تحصیل می‌کردن وقتی که برمیگشتن باعث می‌رفتن خدمت نظام، ایشون هم رفته بود خدمت نظام. در خدمت نظام ازش پرسیده بودن که تحصیل شما چیست، گفته بود من دکترای حقوق دارم. ایشون رو موظف کرده بودن که در دانشگاه جنگ و در دانشکده افسری حقوق درس بده. بعد طبیعی است که بخصوص در دانشگاه جنگ یا دانشگاه بزرگترین دانشگاهی که در ارتش وجود داشت، کسانی می اومدن به عنوان دانشجو شرکت می کردن که درجات سرهنگی داشتن، سرگردی داشتن و برای نیل به مقام تیمساری بایستی این دانشکده رو می گذروندن. این
ماجرا مسئله ایجاد کرده بود، به این معنا که آیا آقای دکتر مصباح‌زاده که افسر احتیاط ایران هست با درجه ستوان دومی و با عنوان استاد وارد کلاس میشه، آیا بایستی تمام دانشجویان که حتی درجات بالای سرهنگی و نظری این داشتن احترام بکنند یا نه؟ به نقل خود آقای دکتر مصباح‌زاده، این موضوع رو آقای زرقامی که رئیس ستاد بود به عرض رضا شاه رسونده بود و سوال کرده بود و رضا شاه دستور داده بود که همون احترامی که برای هر استادی ملحوظ می شود در کلاس بایستی در مورد آقای مصباح‌زاده انجام بگیرد. و خود دکتر مصباح‌زاده تعریف می کرد که وقتی من کلاس وارد می شدم با درجه ستوان دومی و می دیدم تمام سرهنگ ها و سرگرد ها و سرهنگ دو ها جلوی پای من بلند می شدم، یه خورده دچار ناراحتی می شدم و چند دقیقه طول می کشید تا بتونم دوباره بر خودم مسلط بشم. ایشون مصباح‌زاده اهل شیراز بود و به علت اینکه اهل شیراز بود با آقای قوام شیرازی هم آشنایی داشت و از طریق او توانسته بود با ولیعهد اون زمان و شاه بعدی محمد رضا شاه پهلوی دوستی و آشنایی پیدا بکنه. بعد از حمله متفقین به ایران و لزوم اینکه یک روزنامه‌ای وجود داشته باشد که در این حالی که با افکار جدید مجهز هست بتواند کارهای وطن پرستانه ای را انجام بدهد، لازم شده بود و فکر کرده بودند که باید یک روزنامه دیگری هم به نام کیهان منتشر بشه و اولین سرمایه این کار را هم علی‌حضرت خودش پرداخت کرده بود و این روزنامه رو به راه انداخت. این روزنامه شبیه تمام روزنامه های دیگری بود که اون دوره منتشر می شد و حتی به دلیل اینکه اون موقع آقای مصباح‌زاده 30 سال نداشت و امتیاز روزنامه رو نمی تونست بگیره، مدت های مدید با امتیاز روزنامه آینده ایران منتشر می شد تا وقتی که خود آقای مصباح‌زاده 30 ساله شد و تونست روزنامه خودش رو امتیازش رو هم داشته باشه. روزنامه اون موقع که یک روزنامه تازه بود و رقیب قدرتمندی مثل اطلاعات رو داشت، طبیعی است که به اشکال میتونست خودنمایی بکنه، ولی قدرت عجیب دکتر مصباح‌زاده در روابط عمومی و ارتباطاتی که میتونست به سادگی روابط انسانی با هر کسی ایجاد بکنه، باعث شد که آدم‌های فراوانی دورش گرفتن و بسیار کمکش کردند و به تدریج به دلایل دیگری که گفته می‌شود در درجه اول مربوط بود به اعتصاب معلمین در اون دوره، توانست که به تدریج قدرت و نفوذ بیشتری پیدا بکنه. ممکن است که حادثه اعتصاب مؤلفین در این مورد دخالتی داشته باشه، ولی علت اساسیش روابط انسانی خیلی صمیمانه بود که مصباح‌زاده میتونست با هر کسی ایجاد بکنه و باعث میشد که تمام کسانی که در روزنامه کیهان کار میکردن به یک نوعی خودشون رو صاحب و مالک روزنامه کیهان میدیدن و با دل و جان برای اون کار میکردن. من میتونم چندین و چند نمونه از درباره معجزه روابط عمومی دکتر مصباح‌زاده نقل کنم، ولی میخوام به دو تا دونه موضوع اشاره کنم که تصادفاً هر دوتا جالب هست و میتوند نشون بدهد که آقای مصباح‌زاده چه قدرتی از این نظر داشت. من اون سالهایی که در انگلستان بودم، این رو عرض بکنم که من با وجود اینکه شاگرد واقعی آقای دکتر مصباح‌زاده بودم در دانشکده حقوق و ایشون دو بار از من خواسته بود که
برم و در روزنامه اطلاعات یک روزنامه کیهان کار بکنم، به دلایل خانوادگی من این کار رو نکرده بودم. ولی در این حال در تمام مدتی که در ایران بودیم، حتی بعدهایی که بنده خب خودم هم جز روزنامه نویسای کم و بیش صاحب شهرت شده بودم، هر وقت گرفتاری پیدا میکردم یک سر سراغ آقای مصباح‌زاده میرفتم و با وجود اینکه هرگز در روزنامه کیهان یک کلمه قلم نزده بودم، گرفتاری خودم رو برای ایشون میگفتم و ایشون همیشه برای من حل میکرد. این رو برای این گفتم که بدانید که من به هر حال رابطه شخصی و انسانی و عاطفی با آقای مصباح‌زاده داشتم. در اون سالها که من در انگلستان بودم و درس میخوندم، آقای دکتر تیار هم اونجا بود که سردبیر فرهنگی روزنامه کیهان بود و طبیعی است که خب ما در اونجا معاشرت داشتیم با هم. یک روز این ماجرایی برای من تعریف کرد درباره اون روزهای اولیه که کیهان هنوز از نظر مالی خیلی قدرتمند نبود و نمیتونست به موقع حقوق کارگران خودش رو بپردازد و کارهای بسیار انسانی و جالبی میکرد تا اینکه هیچ وقت حقی از هیچ کارگری زایل نشه. اینو که من شنیدم واقعا خیلی خیلی رو من اثر کرد. یک نامه نوشتم برای آقای مصباح‌زاده که من این ماجرا رو شنیدم و به هر حال متاسفم که هیچ وقت در کیهان قلم نزدم، ولی این دلیل نمی‌شود که من ماجرای روابط عمومی شما رو بهتون تبریک نگم و واقعا براتون عمر دراز و قدرت بیشتر در کارها رو آرزو نکنم. آقای مصباح‌زاده بلافاصله به من جواب داد که البته جوابش مهم نیست، ولی از اون به بعد تا آخرین روزی که من در انگلستان بودم و بعدها وقتی که به ایران برگشتم، هر عید نوروز به دلیل اینکه آدرس من رو داشت برای من تبریک عید میفرستاد که گاهی واقعا باعث شرمساری من میشد. یک نمونه دیگری از روابط عمومی رو تعریف بکنم که یه خورده نزدیکتر هم هست. وقتی که آقای دکتر بختیار در پاریس به قتل رسید، در مراسم خاکسپاریش که خب همه بودن از جمله من بودم و آقای مصباح‌زاده بود، آقای مصباح‌زاده آمد طرف من و در گوش من گفت این آقایی که داره راه میره قیافش خیلی به نظر من آشناس، این کی هستش؟ من گفتم شما چطور نمیشناسید؟ ایشون شاگرد خود شما بوده است، آقای پرویز اوسیاس، و در سال دوم دانشکده حقوق با من هم کلاس بود و هر دوتامون شاگرد شما بود. گفت ها، پس در این صورت به این دلیلی که قیافش به نظر من آشنا میاد. و کار بسیار جالبی که کرد که فقط از یک آدمی با یک نبوغ روابط عمومی ممکن است سر بزند، رفت و راه رفت و در یکی از این برخوردها روبروی آقای اوسیا قرار گرفت و رفت جلو و من شنیدم که گفت سلام آقای پرویز اوسیا، من دیگه از دانشکده حقوق به این ور شما رو ندیده بودم. و بعد شروع کردم به هم صحبت کردن و بعد از اینکه ماجرا تمام شد و ایشون ابراز آشنایی هم کرد، آقای اوسیا اومد به سراغ من و گفتش که آقای مصباح‌زاده چه هوش و ذکاوت حیرت انگیزی داره و چقدر به مبادی آداب اهمیت میده. من اصلا یادم نمی اومد، ولی ایشون من رو بلافاصله شناخت و به من ابراز عنایت و محبت کرد. و خب این خودشم نشون دهنده این استش که این آدم چقدر نفوذ و قدرت داشت بر خودش و چقدر با تمام کسانی که براش کار میکردن، از جمله برای من که هیچ وقتم براش کار نکرده بودم، تا این حد احترام و علاقه قائل بود و خودش رو علاقه هاشون نشون میداد. یکی از دیگر از خصوصیات آقای مصباح‌زاده این بود که به تدریج مصباح‌زاده و روزنامه کیهان در هم عجین شده بودن. یک روزی من رو صدا کرد در
خارج در همین پاریس و اون موقعهایی بود که روزنامه کیهان در انگلستان چاپ میشد و به دلیل اینکه خب من یک مقدار اطلاعات مالی و بانکی و اینها داشتم به من گفتش که من میخوام یک چاپخونه برای روزنامه کیهان بخرم، نظر تو چیه؟ من محاسبه کردم و گفتم که با توجه به اینکه به این ترتیب شما پول چاپ کیهان رو نمیدید و میتونید یه مقدار هم کار بگیرید، بر اساس محاسبه های من شما در 11 سال دیگر ترمیم خواهید کرد و پول چاپخانه کیهان براتون مفت باقی خواهد موند. بعد با یه حیرتی گفتم که چند پسپاس داده شما واقعا میخواید این کار بکنید؟ چون اون موقع بالای 85 سالش بود. گفتش که بله میفهمم منظورت چیه، که من دیگه پیر شدم، ولی مسئله اصلا اون نیست که مالک چاپخانه من باشم یا کیهان باشد. کیهان به چاپخانه احتیاج دارد و باید چاپخانه داشته باشد و من الان این کار رو خواهم کرد. متاسفانه یه مدت کمی بعد حادثه برای همسرشون پیش اومد که مجبور شدن هر دو به آمریکا برن و این پروژه ایشون به نتیجه نرسید و ایشون در لس آنجلس درگذشتند. یادش بخیر بود. دو گفتار گذشته من به تشابه اوضاع کنونی ایران با اوضاع چین در آخرین سالهای زندگی ماو اختصاص داشت. اگر این گفتار رو دنبال می کنم به دلیل آن است که گفتند تاریخ در مجموع بیش از چند قضیه نیست و این چند قضیه به صورت‌های متفاوت در زمان‌ها و مکان‌های مختلف تکرار می‌شود. مهمترین رویداد چین کمونیست در سال‌های آخر عمر ماو انقلاب فرهنگی بود، یا آنطور که خودشان اسم گذاشته بودند انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی. این انقلاب با هدف حذف اون دسته از کارگزاران حزبی و حکومتی صورت گرفت که راه تعادل رو برگزیده بودند و به تداوم انقلاب از طریق برخورد خشن و سرکوب هر نوع تفکر یا اقدام اصلاح طلبانه عقیده نداشتند. در این زمان ماو از نظر سلامتی مشکل داشت و مسئله جانشینی او مطرح بود، اگرچه بر زبان نمی آمد. یک گروه 4 نفری به ریاست سومین همسر ماو، جیان کینگ که نفوذ زیادی در شوهر سال خورده‌اش داشت، ابتکار عمل را به دست گرفتند و در 8 اوت 1966 قطعنامه 16 ماده‌ای رو در کمیته مرکزی حزب کمونیست به تصویب رساندند که با اجرای آن چین به مدت 3 سال دستخوش یک طوفان مرگبار سیاسی بود. بسیاری از یاران و همکاران ماو که از زمان انقلاب در کنار او قرار داشتند به دست بنیادگرایان و به بهانه انحراف از خط رهبری یا به هلاکت رسیدند یا با محکومیت‌های سخت از صحنه حذف شدند. فی المثل دنگ شیاوپینگ که پس از مرگ ماو در سن 74 سالگی به عنوان
معاون نخست وزیر مأمور ترمیم خرابی ها و ضایعات گروه چهار نفری شد، به مدت 7 سال در یک کارخانه به عنوان کارگر ساده محکوم به کار شده بود. اتهام همه اونها این بود که باعث شدند باد راحت طلبی از دنیای سرمایه‌داری به داخل چین بوزد و اراده انقلابی توده ها رو تضعیف کند. این سخنان صدر ماو رو امروز در ایران از زبان مقام معظم رهبری میشنویم. مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی مجازی، این شورا رو مرکز اصلی سیاستگذاری آگاهانه و مقتدرانه درباره فضای مجازی خواندند و با اشاره به گسترش روزافزون پدیده عظیم و بی‌نظیر فضای مجازی، یعنی وسایل مدرن خبررسانی و تبلیغاتی، اظهار فرمودند باید با استفاده از توانایی‌ها و استعدادهای جوان کشور، عیناً اون چیزی که ماو روش انگشت می‌گذاشت، و با سیاست‌گذاری صحیح و اقدامات سنجیده و هماهنگ و بدون از دست دادن زمان به سمت خروج از حالت انفعال و حضور فعال و تأثیرگذار و تولید محتوای اسلامی متقن و جذاب حرکت کنیم. جناب ایشان اشاره به تأثیرگذاری گسترده فضای مجازی به عنوان یک قدرت نرم در عرصه‌های مختلف از جمله فرهنگ، سیاست، اقتصاد، سبک زندگی، لزوم اقدام متقابل رو در برابر منحرف شدگان از خط انقلاب دقیقاً با استفاده از همین سلاح نرم یادآور شدند. شورای عالی فضای مجازی دقیقاً کپی برداری از هیئت مرکزی انقلاب فرهنگی چین است که جیانکینگ همسر ماو اون رو رهبری کرد و تدریجاً به صورت دولت واقعی چین درآمد. هیئت مرکزی انقلاب فرهنگی برای در دست گرفتن قدرت در کوچه و بازار و منکوب ساختن اصلاح طلبان و میانه روها از هر گروه و طبقه به تشکیل کمیته های انقلابی مبادرت ورزید و ارتش رو به عنوان مهمترین رکن این تشکیلات وارد معرکه کرد. در شورای عالی فضای مجازی نیز از رئیس جمهوری گرفته تا رؤسای قوای سگانه و فرماندهان سپاه و ارتش و مقامات برجسته دولتی و دانشگاهی عضویت دارند. هدف این تشکل قرار دادن تمام نیروهای سیاسی و قضایی و نظامی و انتظامی و تبلیغاتی است در خط واحد و قرار گرفتن تمام وسایل تبلیغاتی از ماهواره‌ها گرفته تا تلویزیون و رادیو و کتاب و مطبوعات و هر آنچه می‌تواند بر افکار عمومی تأثیر گذارد در یک محدوده با یک برنامه مشترک به منظور تسخیر فضای مجازی. با اجرای این برنامه آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز دیگر امکان و اجازه نخواهد داشت که برای انتخابات مجلس خبرگان برنامه تعیین کند و بگوید هر انتخاباتی برای نظام اسلامی اهمیت حیاتی دارد و انتخابات اسفند ماه اثبات این حقیقت به جهان است
که علارغم بعضی ادعاها انتخاب هر مسئولی حتی رهبری در ایران اسلامی منبعث از رأی مردم است. عرض دیگه ندارم.